اقتصاد ایران زیر نقد رئیس جمهور. دکتر حسن روحانی در نخستین همایش اقتصاد ایران که با حضور مسئولان اقتصادی، کارشناسان و اقتصاددانان در سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت دولت 11 در شرایطی روی کار آمد که خواسته و ناخواسته اقتصاد به یکی از اولویت‌هایش بدل شد. کار خود رو در یک شرایط خاص اقتصادی آغاز کرد که تیتر آن رکود تورمی است، که شاید تیتری گویا باشه برای وضعیت اقتصاد کشور. رئیس جمهور تأکید کرد اقتصاد تنها با حضور در عرصه رقابتی رونق می‌یابد و دولت تلاش کرده انحصار و رانت اطلاعاتی را بشکند. این اقتصاد ما تا کی به سیاست یارانه بده؟ هم به سیاست خارجی یارانه میده، هم به سیاست داخلی یارانه میده. یه دهه به عکس کنیم، یه دهه امتحان کنیم، از سیاست خارجی و داخلی به اقتصاد یارانه بدیم تا ببینیم مردم. رئیس شورای عالی امنیت ملی مبارزه همه جانبه با فساد در همه سطوح را خواست رهبری، مردم و دولت دانست و تأکید کرد نباید هیچ فرد یا دستگاهی در این میان از رانت اطلاعاتی و مالیاتی برخوردار باشد. البته این دولت چیزی که بفهمد و بداند مصالح مردم هست، بدون واهمه از هیچ کس و هیچ نهاد اعلام خواهد کرد، به مردم خواهد گفت و اگر لازم باشه لایحه لازم رو به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد کرد. دکتر روحانی با اشاره به مذاکرات ایران و 5+1 گفت در توافق ژنو توانستیم از بخشی از تحریم‌ها در صنایع خودرویی، بیمه و پتروشیمی عبور کنیم و بخشی از اموال بلوکه شده ما آزاد شد. آقای روحانی گفت از طرفی بدون عدول از آرمان‌ها در توافق ژنو گفتیم فلان غنی‌سازی را که الان نیاز نداریم متوقف می‌کنیم. وی تأکید کرد هرچه توانمندتر شویم و اقتصاد ما مقاومتی شود، راحت‌تر می‌توانیم با خارجی‌ها مذاکره و در آن مذاکرات به موفقیت برسیم. حجت الاسلام روحانی شفافیت، مبارزه با فساد و نبود رانت را راه حل نجات اقتصاد ایران دانست و تصریح کرد بسته پیشنهادی دولت باید همه جوانب را در نظر بگیرد تا اقتصاد کشور سامان یابد. همه دستگاه دولتی فعالیت‌های اقتصادیشون رو به صورت شفاف باید بیان کنند، باید رو سایت بذارن. همه مردم با هم باید از آمار و ارقام و طرح‌های اقتصادی در یک لحظه باید باخبر شن. وی درباره قطع یارانه ایرانیان مقیم خارج هم گفت تا وقتی سامانه جامعی برای شناسایی همه 80 میلیون ایرانی نداریم، نمیتوانیم یارانه آنها را قطع کنیم، چرا که ممکن است فردی در خارج درس بخواند یا کار کند و یا حتی برای درمان بیماری به خارج مسافرت کرده باشد.